در این قسمت از مجموعه آموزشی ماهی بادکنکی میخواییم در خصوص زبان تویست باکس این بار روی مؤلفه Weighted Average Twist Box صحبت کنیم. این مؤلفه هم مشابه مؤلفه تویست باکس Average Twist Box با این تفاوت که اینجا ما یک مقدار وزنی یا یک مقدار میانگین رو برای میانگین گرفتن از طریق مؤلفه یا ورودی W داریم که همون Weighted. ورودی اول ما شکل‌هایی رو از ما می‌خواد که قصد داریم یک باکس میانگین از روی اونا به دست بیاریم که بعداً از طریق اون بتونیم عمل مورف کردن رو انجام بدیم، یعنی انتقال نرم بین دو شکل. خب پس من میام تو پارامز مولتیپل برپ انتخاب می‌کنم یا بیرپ انتخاب می‌کنم، شکل‌های مورد نظر خودم انتخاب می‌کنم. این سه تا شکلی هستن که من میخوام باکس هدفم رو از طریق اینا میانیابی کنم. میدم به این. توی مؤلفه قبلی که ما در موردش صحبت کردیم، در واقع اینجا این مؤلفه فقط میومد چیکار میکرد؟ خودش خودکار یک مقدار میانگین رو، یک مقدار اوریج رو به دست میآورد. اما اینجا ما میتونیم خودمون یک مقدار وزنی یا یک مقدار گیرایی به این شکل بدیم. برای مثال به تعداد شکل هایی که داریم اینجا نیاز داریم عدد تولید کنیم. پس من اینجا عدد ها رو تولید میکنم، 1 2 و 3. میام از مؤلفه مرج استفاده میکنم، ستا رو بهش بس میکنم، شکل اول، شکل دوم و شکل سوم. عدد اول مال شکل اول، عدد دوم مال شکل دوم، عدد سوم مال شکل سوم. تکست پنل هم میگرم که مقادیر رو بتونم ببینم. بسش میکنم ببینم. خب بیایم ببینیم چه اتفاقی افتاده. چرا وسط افتاده؟ دلیلش اینه که هر کدوم از این شکل ها درصد وزنی تکراری دارن. 0.25 0.25 0.25. خب حالا ما مثلا میخوایم این کارو کنیم. میخوایم ببینیم که یکی از شکل ها مقدار گیرای وزن بیشتری رو داره و بقیه ندارن. مثلا میخوام یه کاری کنم که این باکس به این شکله که اینجا که شکل سوم من نزدیک بشه و به این دوتا هیچ گیرایی رو نداشته باشه. خب بس من میام شکل اول رو میکنم صفر، شکل دوم میکنم صفر، ببینید اول صفر دوم صفر و شکل سوم رو یک میکنم. خب من یک کلیک راست میکنم، شکل رو به ترتیب خودم انتخاب میکنم، 1 و 2 و 3. الان درست شد، من اونجا برعکس رفته بودم. خب میبینید شکل اولم صفره، دومم صفره، سوم که این شکل باشه که مقدار 1 رو گرفته. خب میتونم از مقدار گیرایی اینم کم کنم دیگه، کانال کمش کنم. میبینید ارور میده. چرا؟ چون میگه تو کمش داری میکنی. مثلا من داری مقدار درصد وزن شکل 3 رو کم میکنم، ولی عمل تویست باکس دقیقاً همینجا اتفاق افتاده. چرا؟ چون این دوتا نکنید صفرن، یعنی اینا هیچ وقت این باکس به اینا نزدیک نمیشه، چون خودمون تعریف کردیم گفتیم صفر. ولی میتونم این کار کنم، این کمش کنم، از این ور به شکل شماره 1 زیاد کنم که میشه این شکله. میگم زیادش میکنم، زیادش میکنم، میکنم به 1 نهایت این شکل میرسونم. چرا بهش کامل نرسیده؟ به خاطر اینکه اینجا دارم کنید مقداری من دادم، یعنی یک مقدار بازم این درصد وزن داره، درصد وزن نمیدم صفر که کاملا بیاد بکنه روی این قرار بگیره. یا همین کارو میتونیم برای شکل بعدی کنیم. خب پس اگه اینا رو من تکراری بذارم، مثلا بذارم نیم، دقیقا میشه میانگین هر سه شکل، و اینا میذارم رو نیم که دقیقا میشه میانگین هر سه شکل. و بعدا حالا مثلا وقتی که باکس مرجر ساختیم، میایم تو قسمت ترانسفورممون از مؤلفه مورف میتونیم استفاده کنیم برای مورف کردن شکل هدفمون که میتونه هر چیزی باشه. مثلا اینجا من یک شکل ساده باکس کره رو در نظر گرفتم، میرم به این تو قسمت سرفیس باندینگ باکس، اینا چون بخش مقدماتی مورف کرده اینا رو گفتم دیگه، و الگوی هدف یا تارگت. میبینید اینجا قرار گرفت. حالا میتونم با این نکنه تغییرات روش بدم، این باکس حرکت میکنه، این مثلا بذارم صفر و اینجا میکنید بین این دوتا بزرگ و کوچیک. یا اصلا میتونم اینا رو مخفی کنم که شما اصلا نبینید، اینا رو مخفی کنم که فقط همین مقداری که اینجا هست رو مشاهده کنید، حرکتی که میکنه. این یکی از روش های مورف کردن با استفاده از میانیابی بین درصد وزنی یا گیرایی شکل هایی که ما تعریف میکنیم. و
حالا هر چه جلوتر میریم این نحوه موف کردن ما پیچیده‌تر و جالب‌تر میشه. برای این قسمت خسته نباشید.